آخرین عناوین خبری هفته. طرح مهاجرتی جدید استان کبک. هشدار آلودگی ایت سمارت سویت سالاد بگ به باکتری لیستریا. افزایش شکایت ها از اعلام های هشدار عمومی پلیس. تیراندازی در اوپنهیمر پارک در ونکوور. استفاده از جعبه آبجو به جای صندلی کودک در خودرو. افزایش اختلافات میان استان ها بر سر راه اندازی خط لوله نفت آلبرتا. سلام، وقت بخیر. به کانادا 7 از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم. اولین خبر رو آغاز می‌کنیم با طرح جدید مهاجرتی استان کبک. به گزارش AMG و به نقل از CBC، بر اساس طرح جدید پیشنهادی آقای فرانسوا لوگو، نخست وزیر استان کبک، ممکن است مهاجرانی که در انتظار صدور ویزای کانادا برای همسر و فرزندانشان قرار دارند، مجبور شوند دست کم دو برابر زمان فعلی در لیست انتظار بمانند. آقای لوگو که پیشتر در سال 2018 و پس از انتخاب شدن در سمت نخست وزیری کبک وعده کاهش 20% تعداد مهاجران به این استان را داده بود، اکنون با درخواست صاحبان صنایع و کسب و کار برای افزایش نیروی کار ماهر در کبک روبروست. برای جبران این کمبود، آقای لوگو در طی هفته‌های گذشته تلاش کرده موافقت مقامات دولت فدرال را برای افزایش سهمیه مهاجران اقتصادی جویای کار به این استان از 50% به 65% افزایش دهد. چنانچه این درخواست که در حال حاضر با مخالفت وزیر مهاجرت کانادا روبروست پذیرفته شود، تازه واردان به استان کبک ناچار خواهند بود به جای 15 ماه کنونی دست کم 3 سال در انتظار پیوند با اعضای خانوادهشان قرار بگیرند. هشدار آلودگی به باکتری لیستریا در 5 استان. به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز، آژانس بازرسی غذا در کانادا به تمام کسانی که محصول Eat Smart Sweet Vegetable Salad Bag Kit را با کد 70935189403 و با تاریخ مصرف نهایت 17 جولای خریداری کردند، خواسته این محصول را به دلیل احتمال آلودگی به باکتری لیستریا به فروشگاه محل تهیه بازگردانند. این هشدار برای استانهای نیوفاندلند، لابرادور، نووا اسکوشیا، آنتاریو و جزیره پرنس ادوارد صادر شده است. حالت تهوع، تب، دردهای عضلانی، سردرد شدید و خشکی گردن از علائم آلودگی به این باکتری است. افزایش شکایات مردمی از اعلام‌های هشدار عمومی پلیس. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، پلیس منطقه یورد پس از اعلام هشدار عمومی در ساعت 3 صبح روز پنجشنبه 11 جولای در رابطه با ناپدید شدن کودک و پدر بزرگ وی در شهر نیومارکت استان اونتاریو با موج اعتراضات و شکایات از سوی شهروندان این استان روبرو بوده است. پس از اعلام این هشدار که بر روی خطوط تلفن همراه در سراسر استان اونتاریو پخش شد، کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از این عملکرد پلیس انتقاد کردند و اظهار داشتند پلیس میتوانست بدون اعلام چنین هشداری در ساعت 3 صبح نیز این کودک و پدر بزرگ را پیدا کند. کاربر دیگری نیز اعلام کرده بود در انتخابات استانی آینده به هر نماینده‌ای که وعده پایان اعلام هشدارها را بدهد رأی خواهد داد. به دنبال بالا گرفتن این شکایت به مرکز فوریت‌های پلیس روز پنجشنبه، پلیس اونتاریو در بیانیه‌ای از مردم خواست که از تماس برای طرح شکایت در این خصوص صرف نظر کنند، چرا که در آینده نیز همچنان از این سیستم اطلاع رسانی برای حفظ امنیت کودکان استفاده خواهد شد و کسانی که مایل به دریافت این هشدارها نیستند می توانند تلفن همراه خود را در طول شب خاموش نگه دارند. تیراندازی در اوپنهیمر پارک در ونکوور. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، تیراندازی در ضلع شرقی اوپنهیمر پارک در داونتاون شهر ونکوور در روز پنجشنبه 11 جولای منجر به زخمی شدن یک نفر شده است. به گزارش پلیس، در طی ماه‌های گذشته میزان خشونت در محدوده‌های اردوگاه موقتی که در این پارک قرار دارد افزایش یافته
و این خشونت ها موجب نگرانی ساکنین و پلیس این منطقه شده است. طبق این گزارش در طی ماه‌های می و ژوئن 179 تماس با مرکز فوریت های پلیس در ونکوور صورت گرفته، در حالی که این تعداد در ماه‌های مشابه در سال گذشته تنها 112 مورد بوده است. استفاده از جعبه آبجو به جای صندلی کودک در خودرو، به گزارش AMG و به نقل از سی تی وی نیوز، پلیس در شهر اتوود در استان آنتاریو روز شنبه ساعت 2:30 بامداد اتومبیل را متوقف کرد که راننده آن کودک 2 ساله را به جای نشاندن بر روی صندلی مخصوص اتومبیل بر روی جعبه آبجو قرار داده بود و با بندی کودک را به جعبه آبجو محکم کرده بود. پلیس پس از متوقف کردن راننده 22 ساله این خودرو با سرویس خدمات کودکان اونتاریو تماس گرفته و آنها را در جریان وضعیت این کودک قرار داد. بر اساس قوانین رانندگی در استان اونتاریو، تمام کودکانی که وزن آنها کمتر از 80 پوند است و یا کودکان با قد کوتاه‌تر از 4 فوت و 9 اینچ باید بر روی صندلی مخصوص اتومبیل قرار بگیرند. و در پایان افزایش اختلاف استانها بر سر خط لوله نفت آلبرتا، به گزارش AMG و به نقل از سی تی وی نیوز، پس از نشست دو روزه رهبران استانها توافق یکسانی بر سر خط لوله نفت آلبرتا حاصل نشد. نخست وزیر استان آقای جیسن کنی روز پنجشنبه پس از پایان این نشست اعلام کرد که همچنان معتقد است اتحاد ملی کانادا در معرض خطر قرار دارد. به گفته آقای کنی، اختلافات دولت کنونی این استان با دولت فدرال به بالاترین حد خود در طول تاریخ مدرن این کشور رسیده است. آقای کنی اظهار داشت ساکنان آلبرتا خواهان جدایی این استان از دولت فدرال کانادا نیستند، بلکه آنها تنها خواهان رعایت عدالت از سوی دولت فدرالند. دولت آلبرتا علاوه بر اختلاف با دولت فدرال در ارتباط با مالیات بر کربن، در رابطه با ساخت و راه اندازی خط لوله انتقال نفت نیز با دولت کبک اختلاف نظر دارد. آقای لوگو، نخست وزیر کبک، در این نشست اعلام کرد که دولتش مشکلی بر سر انتقال گاز مایع از خاک کبک نمی بیند، اما با عبور خطوط انتقال نفت از این استان مخالف است. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. تا یک شنبه دیگر، خدا نگهدار.